یه لامپی توی ایستگاه آتش نشانی آمریکا وجود داره که از 1901 روشن مونده، لقب طولانی ترین لامپ روشن جهان رو به خودش اختصاص داده. مدیران عامل شرکت‌های تولید لامپ توی جلسه مخفیانه توافق کردند طول عمر لامپ‌ها رو کم کنن. یک کارتل به اسم کارتل فیبس توی سال 1924 شکل گرفت که هدف اصلیش کاهش عمدی طول عمر لامپ‌ها بود که مجبور کنن مردم رو خریدای مکرر انجام بده. همتون افت کیفیت محسوس باتری‌های گوشی رو تجربه کردین، یا اینکه دیدین عمدن آپدیتی ارائه میشه که باعث کند شدن گوشی‌های قدیمی‌تر میشه. توی این قسمت می‌خوایم از پشت پرده این افت کیفیت و داستان پیدایشش پرده بریم. یادتون میاد وسایلی رو که پدر مادراتون داشتن؟ اون ماشین لباسشویی قدیمیه بود که 30 سال کار میکرد، یا اون یکی یخچاله که انگاری از زمان اصلا روش تأثیری نداشت، اصلا مرگ نداشتن اینا. به نظر میرسی که امروزه دیگه اون کیفیت رو نمیبینیم. وسایل جدید به طرز مشکوکی خیلی زود خراب میشن، انگار عمدن عمرشون رو محدود کردن. حالا این تغییرات از کجا آب میخوره؟ چرا دیگه نمیشه چیزای با کیفیت پیدا کرد؟ توی این قسمت از پادکست میخوایم با هم به کاوش توی این معما بپردازیم، با دلایل احتمالی این موضوع آشنا بشیم و ببینیم راه حلی برای این مشکل وجود داره یا نه. اول با هم فرض رو بر این میگیریم که کیفیت همه چیز به طور محسوسی افت کرده، البته در کنار به اصطلاح بهتر شدن ظاهر و عمل کردشون. دلایل زیادی برای این کاهش کیفیت وجود داره، از فشار سهامدارا و رقابت‌های شدید گرفته تا پیشرفت‌های تکنولوژی که منجر به تولید محصولات یک بار مصرف شده. توی این قسمت می‌خوایم تک تک این دلایل رو با هم بررسی کنیم و ببینیم کدومشون تاثیرگذارتر بوده و اینکه آیا راهی برای مقابله باهاشون وجود داره یا نه. بذارین این موضوع رو با یه داستان جالب شروع کنیم. توی یه ایستگاه آتش نشانی توی لیورمور آمریکا یه لامپی روشنه که لقب طولانی ترین لامپ روشن جهان رو به خودش اختصاص داده. همونطوری که توی این ویدیو میبینید این لامپ از سال 1901 روشنه و تا به امروز، یعنی از حدود 120 ساله که داره بدون وقفه کار میکنه. یه نگاه به دوربر خودمون بندازیم، اون کیفیت ها کجا رفتن؟ لوازم خانگی که به زور چند سال دوام میارن، گوشی هایی که بعد از یکی دو بار آپدیت دیگه به خوبی روز اولشون کار نمیکنن، یا لباس هایی که بعد از چند بار شستشو انگار پیرمرد شدن. به نظر میاد یه جای کار داره میلنگه. اما چرا این لامپ تونسته تا این حد دوام بیاره و چرا لامپ های امروزی چنین توانایی رو ندارن؟ راز این موندگاری طولانی به کیفیت بالای ساخت و رشته کربنی خاصی برمیگرده که توی لامپ کار شده. توی اون زمان‌ها تولید کنندگان از مواد اولیه مرغوب و با دوام استفاده می‌کردن و طول عمر محصولات اولویت اصلی اونها بود. خیلی جالبه که این یک دونه لامپ تنها لامپ قدیمی با کیفیت دنیا نیست. لامپ های دیگه هم تو سرتاسر دنیا وجود دارن که خدمت اونها به بیش از یک قرن میرسه. برای مثال لامپ های یکی از هتل هایی که در سن آنتونیو تگزاس وجود دارن از سال 1909 روشن هستن. این لامپ های قدیمی یه جورایی مثل شاهدهای زنده ای هستن که از کیفیت بالای محصولات گذشته و البته تغییراتی که تو صنعت به وجود اومده برای ما تعریف میکنن. گرچه دیگه کمتر کسی از لامپ پرمصرف رشته ای استفاده میکنه، ولی هیچ کدوم از ما یادمون نمیاد یه لامپ دیده باشیم که 100 سال عمر بکنه. آرش تو یادته؟ نه والله. خلاصه ماجرای تغییر مسیر اینطوری بودش که تو سال 1924 مدیران عامل شرکت‌های بزرگ تولید کننده لامپ توی جلسه مخفیانه با هم توافق کردن که طول عمر لامپ‌ها رو به صورت کاملا عمدی کاهش بدن. این داستان بارها توی رسانه‌های مختلف تکرار شده و حتی به عنوان مدرکی برای اثبات وجود فرسایش برنامه ریزی شده یا planned obsolescence به کار گرفته شده.
وقتی که به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که توی اون زمان رقابت شدیدی بین شرکت‌های تولید کننده لامپ وجود داشته. توی همون سال 1924 کارتلی به نام فیبس شکل گرفت. این کارتل اتحادیه‌ای از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده لامپ در جهان بود، از جمله فیلیپس، اوسرام که مال کشور آلمان هست و جنرال الکتریکس آمریکا تشکیل شده. هدف اصلی کارتل فیبس تثبیت قیمت و تقسیم بازار جهانی لامپ ها بود، اما علاوه بر این اونها تصمیم گرفتن طول عمر استاندارد لامپ ها رو هم به طور مصنوعی کاهش بدن. این کار از طریق توافق بر سر استاندارد جدیدی برای طول عمر لامپ ها، یعنی حدوداً 1000 ساعت برای هر لامپ، و جریمه کردن شرکت هایی که لامپ های با دوام تری تولید میکنن صورت گرفت. فکرشو بکن، کارتل فیبس تا سال 1945 به فعالیت خودش ادامه داد و در نهایت به دلیل فشارهای سیاسی و اقتصادی منحل شد. با این حال تأثیری که اینا بر کاهش طول عمر لامپ ها ایجاد کرده بودن برای همیشه توی صنایع مختلف باقی موند و به بقیه صنایع هم سرایت کرد. این اتفاق تاریخی نمونه ای از فرسایش برنامه ریزی شده است که براتون تعریفش کردیم. توی این شیوه تولید کنندگان به طور عمدی طول عمر محصولاتشون رو کم میکنن تا مصرف کنندگان مجبور بشن که برن محصولات جدیدی رو بخرن و حتی توی فواصل زمانی کوتاه‌تری برن بازم خرید بکنن. جالب اینجاست که راز موفقیت و جاودانه شدن لامپ ایستگاه آتش نشانی لیورمور تا حد زیادی به این موضوع برمیگرده که اون لامپ تحت تاثیر محدودیت‌های کارتل فیبس قرار نگرفت. چرا؟ چون این لامپ قبل از تشکیل اون کارتل تولید شده و استاندارد بالاتری داره. این یه نکته کلیدیه که نشون میده انسان‌ها هنوزم میتونن چیزایی بسازن که برای سال‌ها خوب کار کنه، ولی متاسفانه مدیران شرکت‌ها دائما به فکر رشد بازار و ادامه فروش بالاشون هستن. حالا بریم سراغ یه دنیای تکنولوژی. خب یکی از مثالهایی که بحث برانگیزه فرسایش برنامه ریزی شده باتریایی که توی گوشی‌های جدید هست و حتی توی MP3 پلیر ها مثل آیپاد هست. برخی از کاربران گزارش دادن که بعد از گذشت چند سال ظرفیت باتریشون به طور قابل توجه کم شده، در نتیجه مدت زمان نگهداری و شارژشون هم بسیار بسیار افت کرده. این موضوع باعث شکل‌گیری بحثی در مورد این شده که مثلا یه شرکتی مثل اپل عمدن ظرفیت باتری‌های محصولاتش رو محدود می‌کنه تا کاربران مجبور به خرید یه مدل جدید بشه. اپل البته مثل همیشه این ادعا رو هیچ وقت به صورت رسمی تایید نکرده، اما نهایتا سال 2017 به خاطر همه این فشارها و این بحثایی که حول و حوش این مسئله شد مجبور شد که یه برنامه یا یه نرم افزاری ارائه بده که کاربرا بتونن عملکرد باتری گوشیشون رو محدود بکنن و مدیریتش بکنن به یه نوعی. آقا نکتهش اینجاست که این برنامه در واقع باعث میشه که عملکرد کلی گوشی کند بشه و بسیاری از کاربران احساس کنن که این راهی برای تشویق به خرید مدل‌های جدیدتر بوده. داستان کارتل فیبس و باتری گوشی‌های جدید نمونه‌هایی از فرسایش برنامه‌ریزی شده هستند که با انگیزه‌های اقتصادی و سودجویانه شکل می‌گیرند. در هر دو مورد هدف اصلی تشویق مصرف کنندگان به خرید محصولات جدید و در فواصل زمانی کوتاه‌تر بوده. ولی مهم اینه که بدونیم فرسایش علاوه بر انگیزه های اقتصادی دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. به عنوان مثال پیشرفت های تکنولوژی هم میتونه باعث بشه که نسل قبلی محصولات از نظر کارایی و ویژگی ها نسبت به مدل های جدیدتر کارایی کمتری داشته باشن. جالبه بدونید مفهوم فرسایش برنامه ریزی شده یا Plan Obsolescence موضوع جدیدی نیستش. یه سابقه طولانی توی دنیای فیلم و سینما هم داره. یکی از فیلم‌های کلاسیک به زیبایی به این مفهوم پرداخت. یه فیلم انگلیسی هست به نام مردی با کت و شلوار سفید. ما سعی می‌کنیم تیکایی از این ویدیو رو هم براتون بذاریم که این فیلم تو سال 1951 ساختنش. خب این فیلم داستان یه شیمیدانی رو به تصویر می‌کشه که بسیار با استعداد بوده، اسمش سیدنی استراتون بوده. سیدنی استراتون موفق به اختراع پارچه‌ای میشه که فوق‌العاده با دوامه. این پارچه هرگز شروک نمیشه، کثیف نمیشه، به طور کلی طول عمر فوق‌العاده‌ای داره.
در نگاه اول اختراع استراتن به نظر یه پیشرفت خارق‌العاده میاد، اما خیلی زود مشخص میشه که این اختراع منافع صنایع نساجی رو به خطر میندازه، چون با وجود یه همچین پارچه‌ای مردم دیگه نیازی ندارن تون تون لباس بخرن. فیلم مردی با کت شلوار سفید با یه طنزی خیلی ظریف به مخالفت‌های تولید کنندگان و کارگران نساجی با این اختراع می‌پردازه. در نهایت هر دو گروه، یعنی هم کارفرمایان و هم کارگران، علیه استراتن متحد میشن و اختراعش رو نابود میکنن. این فیلم به طرز هوشمندانه‌ای پیامدهای اقتصادی اجتماعی فرسایش برنامه‌ریزی شده رو به تصویر کشیده. از یه طرف مصرف کنندگان از دوام بیشتر محصولات سود میبرن، اما از طرف دیگه دوام نمیتونه منجر به کاهش تولید و از دست رفتن شغلها و رکود اقتصادی بشه. فیلم مردی با کت شلوار سفید به ما یادآوری میکنه که لزوماً منافع همه افراد جامعه با دوام بیشتر محصولات همسو نیست. در این حال این فیلم باعث میشه که در مورد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فرسایش برنامه‌ریزی شده بیشتر تأمل کنید. اولیش شفافیت. تولید کنندگان موظف هستند که اطلاعات دقیق تری در مورد طول عمر و قابلیت تعمیر محصولات خودشون در اختیار مصرف کنندگان قرار بدن، و اینطوری میشه که مصرف کنندگان میتونن آگاهانه تر خرید کنن و انتخابهای بهتری داشته باشن. مورد بعدی تعمیر پذیریه. این طرح تولید کنندگان رو تشویق میکنه که قطعات یدکی و دستورالعمل‌های تعمیر رو برای مدت زمانی طولانی تری در اختیار مصرف کنندگان قرار بدن. این کار باعث میشه که تعمیر وسایل قدیمی تر مقرونه به صرفه تر در بیاد و در نتیجه دوام اونها افزایش پیدا کنه. مبارزه با نرم افزارهای محدود کننده یه مورد دیگه است. طرح قانونی اتحادیه اروپا تولید کنندگان رو از استفاده از نرم افزارهایی که عمدن عملکرد دستگاه‌های قدیمی‌تر رو بعد از یه مدتی کند می‌کنن منعشون می‌کنه. تصویب این طرح می‌تونه یک نقطه عطفی در مقابله با فرسایش برنامه‌ریزی شده باشه. با اجرای یه همچین قوانینی اتحادیه اروپا امیدواره که طول عمر محصولات بیشتر بشه، حجم زباله‌های الکترونیکی کمتر و در نهایت یک اقتصاد پایدارتر ایجاد بشه. و اما آخرین مورد افزایش آگاهی مصرف کنندگانه. ما مصرف کنندگان میتونیم با حمایت از قوانین جدید و انتخاب آگاهانه محصولات با کیفیت و قابل تعمیر توی دنیای زندگی کنیم که با محصولات با دوام و پایدار پر شده. نکته دیگه که مفهوم فرسایش برنامه ریزی شده داره اینه که این مفهوم همیشه به کاهش مستقیم طول عمر محصولات ربط پیدا نمی کنه، بلکه گاهی میتونه از طریق تغییر در طراحی یا محدود کردن گزینه‌های انتخاب برای مصرف کننده اعمال بشه. یعنی خودت پاشی بری یه مدل جدید از یه چیزی رو بخری که هنوز به خوبی روز اولش داره کار میکنه. برای مثال داستان جالبی در مورد کمپانی فورد و شرکت دوپونت وجود داره که نشون میده چقدر فرسایش برنامه ریزی شده میتونه ظاهر متفاوتی بگیره و اعمال بشه. داستان فورد مدل تی و دوپون یه مثال جالب از همین قضیه است. همه ما با ماشین افسانه‌ای فورد مدل تی آشنا هستیم، ماشینی که به لطف تولید انبوه و قیمت مناسب صنعت خودروسازی رو متحول کرد. یکی از ویژگی‌های بارز مدل تی رنگ مشکیش بود، اما جالبه که در ابتدا مدل تی در رنگ‌های مختلفی مثل قرمز، آبی، سبز و خاکستری هم تولید می‌شد. اما هنری فورد، بنیانگذار کمپانی فورد، به این نتیجه رسید که تولید مدل تی در یک رنگ، یعنی مشکی، باعث افزایش کارایی خط تولید و در نتیجه کاهش قیمت نهایی خودرو میشه. به همین دلیل از سال 1915 به بعد مدل تی فقط با رنگ مشکی تو بازار عرضه شد. حالا بریم سراغ کمپانی دوپونت که تو اون زمان در زمینه تولید رنگ فعالیت میکرد. دوپونت به دنبال یه راهی بود برای افزایش فروش رنگهای خودش. خب اونا متوجه شدن که رنگ مشکی مدلتی به دلیل استفاده از مواد خاصی زودتر از سایر رنگها دچار زنگ زدگی میشه. بنابراین دوپونت با فورد وارد مذاکره شد و پیشنهاد داد که رنگ جدیدی رو برای مدلتی تولید کنه که دوام بیشتری داشته باشه، اما شرط دوپونت این بود که این رنگ فقط به صورت اختصاصی به فورد فروخته بشه و سایر تولید کنندگان خودرو به اون دسترسی نداشته باشه. در نهایت فورد پیشنهاد دوپونت رو رد کرد. چرا؟
چون فورد میدونست که با استفاده از رنگ جدید و با کیفیت تر مشتریان مدل تی رو برای مدت طولانی تری نگه میداره و در نتیجه فروش مدل های جدید کاهش پیدا میکنه. این داستان یه نمونه جالب از فرسایش برنامه ریزی شده است. هرچند در این مورد طول عمر فیزیکی محصول کم نشده، اما با محدود کردن گزینه‌های رنگ و کیفیت رنگ به طور غیر مستقیم مصرف کنندگان رو به خرید مدل‌های جدیدتر در آینده تشویق کرده. برگردیم به بازار محصولات تکنولوژی. یکی از بحث‌های داغ تو این زمینه رویکرد شرکت اپل، سامسونگ و گوگل در تغییرات ظاهری سالانه گوشی‌هاشونه. بسیاری از مصرف کنندگان معتقدند که اپل هر سال صرفاً تغییرات ظاهری جزئی رو توی گوشی جدیدش اعمال میکنه و تمرکز اصلیش رو میذاره روی فروش مدل‌های جدید به جای ارتقای قابل توجه عمل کرد. این موضوع این سوال رو به وجود میاره که آیا این رویکرد نوعی فرسایش برنامه ریزی شده به حساب میاد یا نه؟ اپل از زمان معرفی اولین آیفون در سال 2007 تقریبا هر سال مدل جدیدی رو با تغییراتی ظاهری و بعضن ارتقای سخت افزاری جزئی به بازار عرضه کرده. این رویکرد باعث شده که خیلی از کاربران آیفون احساس کنن که گوشی‌های قدیمیشون به سرعت از رده خارج میشه، حتی اگه از نظر عملکردی همچنان قابل استفاده باشن. برای مثال سال 2023 اپل آیفون 15 رو با تغییرات بسیار جزئی نسبت به آیفون 14 معرفی کرد. این تغییرات شامل ارتقای دوربین و بهبود عمر باتری و همچنین تغییر یه دکمه بود، اما به طور کلی طراحی دستگاه و بسیاری از ویژگی‌هاش نسبت به مدل قبلی بدون تغییر باقی مونده. توی این قسمت با هم به این سوال مهم پرداختیم که چرا دیگه نمیشه چیزایی با کیفیت پیدا کرد، در مورد مفهوم فرسایش برنامه ریزی شده یا planned obsolescence و دلایل مختلفی که باعث میشه طول عمر محصولات در طول زمان کاهش پیدا کنه صحبت کردیم. از داستان لامپ تقریبا جاودان ایستگاه آتش نشانی لیورمور امریکا که بیش از 120 ساله که روشنه، تا افسانه جلسه مخفیانه مدیران شرکت‌های تولید کننده لامپ، مثالایی رو بررسی کردیم تا ببینیم این برنامه چجوری پیاده میشه. ما براتون از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای مقابله با فرسایش برنامه‌ریزی شده گفتیم و همچنین راه حل‌هایی برای مقابله با این معضل مثل حمایت از برندهای با کیفیت و خرید و نگهداری آگاهانه از وسایل صحبت کردیم. امیدواریم این برنامه براتون جالب و آموزنده باشه. فراموش نکنید که نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. اگر این اپیزود رو دوست داشتید و میخوان بازم از این موضوعهای جذاب ببینید، لطفاً لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید.